برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان بین المللی حسین کیست سبدهای غذایی مورد نیاز را بین 313 خانواده آسیب پذیر و محروم در جوامع تحت پوشش خود توزیع کرد. این سازمان بشردوستانه با ارتباط‌های گسترده و تعامل فراوانی که در میان اقشار مختلف مردم داشته توانسته است حتی مشارکت غیر مسلمانان را بر اساس اصول مشترک انسانی و اخلاقی و دستورات الهی جلب نماید. شایان ذکر است که سازمان جهانی حسین کیست یکی از سازمان‌های بشردوستانه، مردم نهاد و خیریه در دنیاست که با تلاش‌های فردی گروه‌هایی از پیروان اهل بیت لحم السلام تأسیس شده تا جهانیان را با پیام امام حسین علیه السلام و نهضت جهانی و انسانی آن حضرت آشنا کند. آندریا متچلی که روانشناس بالینی و استاد مداخله زودهنگام در سلامت روان در کالج کینگ لندن است، سرپرستی یک پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی را به همراه چند بنیاد و مؤسسه بر عهده دارد که از سال 2018 به بررسی این موضوع پرداخته که چگونه جنبه‌های محیط شهری بر رفاه روانی در سطح جهانی تأثیر می‌گذارد. یافته‌های اخیر این پژوهش نشان می‌دهد که طبیعت و ویژگی‌های خاص آن مانند تنوع طبیعت، آواز پرندگان، صدای رودخانه‌ها و مناظر سرسبز و دیدن گل‌های رنگارنگ می‌تواند سلامت روان ما را تقویت کند. در این پژوهش تأکید شده که ما می‌دانیم که بیرون رفتن از منزل، پیاده روی، دویدن یا ورزش کردن برای سلامت جسمانی ما مفید است، اما طبیعت نقش مؤثرتری در سلامت روان ما دارد.